به نام یاد پروردگار بی همتا، دانش آموزان عزیز سلام، امیدوار هستم در هر جایی که هستین جور و بخیر و صحتمند باشین. سید رضای هاشمی هستم با یک درس جدید از کیمیای صنف دهم در خدمت شما عزیزان. ما و شما به ادامه فصل نهم به ادامه بخش محاسبات هستیم. در درس قبلی قانون نسبت‌های ثابت وزنی، قانون نسبت‌های متعدد وزنی را با همدیگه ما و شما خواندیم و به خاطر اگه داشته باشین گفته بودیم دو ماده اگه با نسبت ثابت با هم تعامل کردن یک مرکب ثابت را می‌سازن، اما اگه با نسبت‌های مختلف تعامل کردن مرکبات مختلف را می‌سازن. به ادامه بخش محاسبات هستیم ما و شما. ما امروز یکی از مهمترین قوانین را با هم کار می‌کنیم. شما مواد را هم می‌بینید، در اینجا قرار است با هم یک تجربه را هم بعد ببینیم، مشاهده کنیم. قرار است که قانون معادلت را بخوانیم و دریافت کتله معادل مرکبات کیمیایی. به صورت عملی می‌خوایم که ببینیم که کتله معادل را چگونه می‌تونیم که به دست بیاریم. میریم اول به صورت درس قانون معادلت. میگه قانون معادلت به ما میگه که این قانون بیان می‌دارد که هر مقدار یک عنصر که با 8 گرم اکسیژن یا با 1 گرم هیدروژن تعامل کنه و یا آنها را از مرکباتشان بتونه بیرون کنه، او میشه کتله معادل همو ماده. خیلی ساده بگم، از یک ماده هر قدرش که با 8 گرم اکسیژن تعامل کرد یا با 1 گرم هیدروژن تعامل کرد میشه معادل گرم از اون ماده. به طور مثال کربن وقتی با اکسیژن تعامل میکنه تا کربن دای اکساید را بسازه، با 8 گرم اکسیژن 3 گرم کربن تعامل میکنه. خیلی معادل گرم کربن 3 است عزیزم. به همین ترتیب وقتی اکسیژن با هیدروژن تعامل میکنه تا آب را بسازه، خب 8 گرم اکسیژن با 1 گرم هیدروژن تعامل میکنه. ببین معادل گرم از این 1 است، از اون 8 است آب را میسازه. با 1 گرم هیدروژن 3 گرم کربن تعامل میکنه تا میتان را بسازه. بنابراین حالا به جای کربن هر ماده ای که باشه فرق نمیکنه، هر مقدارش، فرض کن اگه 100 گرامش با 1 گرم هیدروژن تعامل کنه، پس 100 گرام میشه کتله معادل اونمو مواد که در اینجا است. یا مثلا 30 گرامش تعامل کنه، یا 15 گرامش تعامل کنه، یا 10 گرامش تعامل کنه، یا مثل از این 3 گرامش که تعامل کرده. شما یک دانه مثال در کتابتون دارین، گفته اکساید آهن به مقدار 1.5 گرام موجود است. شما یک اکساید آهن دارین 1.5 گرام که در آن 1.17 گرم از او آهن است. کتله معادل آهن را بیاین پیدا کنین. در اینجا مثال را بر ما حل کرده، خوش شاید یک اندازه با درکش آسان نباشه. میریم به تخته، همی مثال را بر شما هم در اینجا کار میکنم، این قسمی فکر میکنم درک مطلب بر شما ها میشه ساده تر. خب اکساید آهن داریم عزیزان. اکساید آهن هست، اکساید آهن، و مقدار از این اکساید آهن 1.5 گرام هست. در 1.5 گرام مقدار خالص آهن 1.17 گرام است. متبقی از این حتما اکسیژن است عزیزا. خب بالاخره اکساید آهن اکسیژن هم داره دیگه. 1.5 گرام بوده، 1.17 گرامش که اکسیژن باشه، اگه میره تفریق کنیم متبقیش اکسیژن میشه. یک دانه صفر در پالی از این بانیم، از صفر 7 نمیری که قرض کنیم، این 4 میشه و 10. از 10 که 7 بره میمانه 3، از 4 که 1 بره میمانه 3، اشاریه رو خودشه برین، از 1.1 بره 0 گرام. در اصل 0.33 گرام اکسیژن به همراه 1.17 گرام آهن تعامل کرده. از ما خواسته کمی معادل گرام آهن را پیدا کو. ما میفهمیم همون مقدار آهن که با 8 گرام اکسیژن تعامل کرده باشه، یک نسبت و تناسب شد x مساوی به روبریش میشه 0.33 گرام، 8 گرام ضرب 1.17 گرام. یک دانه از این گرام ها با یک دانه خلاص میشه عزیزا. شما صورت را که ضرب کنین، حاصل ضرب تقسیم مخرج کنین، جواب میبرای 28 و یک دانه واحد گرام در اینجا مانده. این میشه کتله معادل یا معادل گرام آهن.
فرق بین کتله معادل و معادل گرام اینی میست که اگه این واحد گرام داشتی میگی معادل گرام، اگه واحد نداشت میگی کتله معادل. پس خیلی ساده ای مثال حل شد. شما دیدین ما از روش نسبت و تناسب تانستیم که کتله معادلش بیاییم پیدا کنیم و در اینجا هم این کار را بر ما و شما انجام دادم. میریم عزیزا بعد دریافت کتله معادل مرکبات کیمیایی. یک راه ساده داریم فرمول عزیزا. ما با استفاده از این فرمول میتونیم کتله معادل مرکبات کیمیایی را یا یک عنصر را میتونیم پیدا کنیم. کتله معادل مساوی است به کتله اتمی نسبی تقسیم به والانس. کتله یک عنصر به دست میآید. اگر این کتله مولکولی باشه تقسیم والانس موثر، کتله معادل مرکبات به دست میآید. برای این منظور هم یک دانه مثال را ما و شما اینجا در نظر گرفتیم. ببین فرض کو ما و شما داشته باشیم، میایم با هم مثال کار کنیم، کتله اتمی آلومینیوم 27، کتله اتمی آلومینیوم 27. خب کتله اتمی رو معمولا به حرف M نشان میدیم. کتله اتمیش مساوی به 27. حالا گرام بر مول میتونین بگیرین یا AMU. ولانس رو به حرف A نشان میدیم عزیزا. ولانس آلومینیوم هست 3. شما کتله معادلش را که ایمیشه از آلومینیوم معادل، کتله معادل به حرف چی نشان میدیم؟ ای. مساوی میشه بچن با در نظر داشت فرمول، ما فرمول در اینجا نوشته میکنم من برای شما. ای آلومینیوم یعنی کتله معادل آلومینیوم مساوی میشه به کتله اتمی آلومینیوم تقسیم والانس موثر آلومینیوم. همین رقم ما در فرمول داریم، کتله اتمی تقسیم والانس موثر 27 تقسیم بر 3، جواب میبرای 9 گرام بر مول. پس 9 گرام بر مول میشه کتله معادل فلز آلومینیوم. عزیزا هر عنصر را که شما خواسته باشین کتله معادلش پیدا کنین، فقط والانسش را بفهمین، یو کتله را شما از جدول میگیرین، جدول دورانی عناصر، والانسش را میتونی نظر به گروپش بعضی وقتا پیدا کنی و قیمتش میمونی، کتله معادلش بعد اسم میاد. یک نکته در نظر بگیرین عزیزا، والانس موثر که در حقیقت در این سلاید در مخرج والانس موثر میآید، والانس موثر در تیزاب ها نظر به تعداد هیدروژن قابل تعویض. اگر مرکب ما تیزاب بود باز به در مخرج تعداد هیدروژن را میمونیم و در القلی ها نظر به تعداد گروپ هیدروکسیل تعیین میشود و در نمک ها باز به یک شیوه خاصه که ما در اینجا داریم میشه. اکوال گرام اسید یعنی معادل گرام اسید، مولکولر ویت اسید یا کتله مولکولی اسید تقسیم بر مجموعه تعداد هیدروژن در تیزاب. هیدروژن که در اولش آمده قابل تعویض است. اکوال گرام بیس یا معادل گرام قلوی مساوی است به کتله مولکولی قلوی تقسیم تعداد گروپ او اچ. اکوال گرام سالت یا نمک مساوی میشه به کتله معادل، ببخشید، کتله مولکولی نمک تقسیم چارج های کتیون هایش، که حالا ما و شما میریم با همدیگه چند تا مثال را حل میکنیم. خب مثال های ما و شما بچه ها خیلی سخت هم نیست، خیلی ساده. من تلاش میکنم سه تا مثال سری حل کنم، یک دانه تیزاب، یک دانه القلی و یک دانه هم نمک. خب مثال اول، در مثال اول ما و شما تیزاب رو در نظر میگیریم، کتله مولکولی H2SO4 مساوی است به 98 AMU. شما ها بیاین یکی ایره پیدا کنین در چند است، بعد از او اکوال گرامش بیاین و پیدا کنین، با هم پیدا میکنیم. این مرکب اول از کجا بفهم تیزاب است؟ از هیدروژن که در اولش وجود داره. چند تا هیدروژن در اول خود داره؟ دو دانه. پس ما در متن خواندیم تیزاب ها هر چقدر هیدروژنش بود اونمو میشه والانس مؤثرش، درست است؟ ما والانس موثر داریم، کتله را هم داریم. فرمول داشتیم ای کیو یا تنها ای میگیریم مساوی به ام بر ای.
قیمت M 98 AMU. قیمت A 2. 98 تقسیم 2 میشه 49. ببخشین واحد در اینجا AMU باید اینجا هم AMU بانیم. این میشه معادل گرام یا کتله معادل سلفوریک اسید. مثال دوم فرض میکنیم ما و شما میگیریم در اینجا کلسیم کلوراید را. کتله مولکولی کلسیم کلوراید 111 گرام بر مول یا AMU هست. 111. شما بیاین هم A را بر ازی پیدا کنین هم اکوال گرامش را پیدا کنین. اولین کاری که ما و شما انجام بدیم باید بفهمیم که این مرکب ما تیزاب است، القلی است یا نمک است. خواهی چی است؟ نمک. چطور فهمیدم؟ اولش هایدروژن نداره، خیلی تیزاب نیست. OH داخل خود نداره، خیلی القلی هم نیست. دو عنصری که اکسیژن دارم باشه نیست، پس این نمک است. نمک ها ولی اکساید هم باشه از این فرمولی که نمک حل میشه او هم حل میکنیم. خب ما و شما در نمک ها چارج کتیون چی رقم میکنیم؟ تعدادش ضرب چارجش. تعدادش هست 1 ضرب چارجش میشه 2، پس شد 2. والانس مؤثر 2 است. کاتیونس والانس که در مخرج آمده کاتیونس والانس، یعنی والانس کاتیون ها. ما یک دانه کاتیون داریم، پس تعدادش ضرب چارجش میکنیم. ایکوال گرامش میخواییم به دست بیاریم. ای مساوی به ام بر ای مساوی میشه به 111 بر 2. بنابراین اگر ما تقسیم کنیم میشه 55.5 AMU. پس کتله معادل از این میشه 55.5 AMU. اگر با واحد گرام نشان دادی بازی معادل گرام میشه. مرکب دیگر میاییم حل میکنیم. مثال 3، ما و شما داریم کتله مولکولی سدیم هایدروکساید مساوی از به 40. شما ایش پیدا کنین، شما ایش پیدا کنین. اولی مرکب چی است عزیزم؟ تیزاب است، القلی است یا نمک؟ آفرین، یک القلی است چون داخل خود OH داره. تعداد OH برای ما والانس مؤثر است. چند تا OH داره؟ یک. پس یگانه کاری که میکنیم ما به خاطر دریافت ای میاییم امش تقسیم ای میکنیم. امش 40 تقسیم 1، پس خود 40 برآمد. اگه ما این 40 AMU گرفتیم کتله معادل میشه، اگه 40 گرام گرفتیم معادل گرامش میشه. پس برای سدیم هایدروکساید 40 گرامش میشه یک معادل گرامش. ما در اینجا ترازو داریم و در این حال سدیم هایدروکساید داریم، میخواییم بیاییم ایره به صورت عملی با هم کار کنیم. خب ما فرض کن میخواییم که حالا یک معادل گرام رو وزن نمی کنیم. به طور نمونه ما هدف ما ای است که 0.5 مثلا 5 معادل گرام رو، یعنی نیم معادل گرامش رو وزن کنیم. خب عزیزا وقتی، خب دقت کن اینجا، وقتی یک معادل گرام 40 AMU یا 40 گرام شوه، نصف معادل گرامش چقدر میشه؟ 20 گرام میشه. شما اول محاسبه میکنین چه؟ وقت محاسبه کردین به اون فرمول، بعد میایین ترازو رو میمانین، صفر میسازین. حالا شما بستگی به خودتان یک معادل گرام به دست میارین، کمتر به دست میارین. ما هدف ما همی است که یک مقدار کمترش نیم معادل گرام رو وزن کنیم. میاییم سدیم هایدروکساید را مندازیم و متوجه به ترازو میباشیم. ترازوی ما نباید زیاد شد، فعلا وزن ما زیاد است، خویره کم میکنیم، بازم باید کاسته شوه، بازم کم شوه تا دقیق 20 گرام برسه. دقیق 20 گرام است مقدار سدیم هایدروکساید که شما فعلا در این کاغذ میبینین. من از اینجا میارمش بالا. امی مقدار سدیم هایدروکساید دقیقا نیم معادل گرام سدیم هایدروکساید یا 0.5 معادل گرام سدیم هایدروکساید میشه. پس اول میرین تون فرمول از فرمول حل میکنین، باز میایین در ترازو بسیار ساده گیره وزن میکنین. خب این در مورد خود معادل گرام در مرکبات کیمیایی بود. حالا میریم ما و شما یک نکته دیگه داریم.
کتله معادل را اگه شماها خواسته باشین در تعاملات ریدوکس به دست بیارین، موضوع اسنا نظر به تعداد الکترون های گرفته شده یا باخته شده به دست میه. فرمولش ببینین، کتله مولکولی در صورت است در مخرج تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده نوشته میشه. یک دانه مثال ما با شما در اینجا داریم. کتله معادل سلفوریک اسید را در تعامل ریدوکس زایل محاسبه کنید. خب این در اینجا حل شده، من از روی عظیمی برای شما میگم فعلا تخته کاملا پر هست. من در اینجا برای شما در روی عظیمی توضیح میتونم. مس همراه سلفوریک اسید عزیزا تعامل کرده، کاپر سلفیت یا سلفیت مس را ساخته، سلفر را ساخته و آب را. از ما خواسته کتله معادل سلفوریک اسید را به دست بیار. اینی نمیخوای به دست بیار. شما باید ببینین همین سلفوریک اسید وقتی در اون سمت مرکبات را ساخته کدام قسمت از این الکترون امو چارجش تغییر کرده. هیدروژن همیشه چارجش یک از ده اینجا هم یک از ده اون سمت هم یک اسید تغییر نکرده. اکسیژن در اینجا منفی دوست، در این منفی دوست، در اینجا منفی دوستی هم تغییر نکرده. سلفر در اینجا مثبت 6 است. چون همیشه در تیزاب ها گفتیم نمبر اکسیدشن یک قسمی به دست بیاید. اکسیژن بساز دو برابر، این بساز دو برابر، چهار ما دو شما میشه 8. منفی تعداد هیدروژن میمونه 6. چارج سلفر در اینجا هست 6. در اینجا سلفر چارج 6 هست عزیزا، چون سلفیت عیناً سلفیت هست. اما در اینجا که سلفر به حالت خونساست، خب در حالت خونسا چارج عناصر چند بود؟ آفرین، صفر. بناهن از 6 به 0 رفته. چند الکترون تفاوت داره؟ از 6 به 0 6 الکترون تفاوت کرده. حالا گرفته یا باخته مهم نیست، 6 تا الکترون تفاوتش در اینجا آمده. شما کتله مولکولی سلفوریک اسید را که 98 است در صورت نوشته میکنین، در مخرج به جای انمی تعداد الکترون های گرفته و باخته شده 6 را، چون تفاوت بین از یا 6 تا نوشته میکنین. حالا 98 تقسیم 6 16.33 برآمده. پس 16.33 AMU کتله معادل سلفوریک اسید در انمی تعامل ریدوکس است. شماها در اون جدیدین ما مثال کار کردیم 49 برآمد چند لحظه پیش. اون فرق میکرد، او در کدام تعامل ریدوکس نبود. وقتی در تعامل ریدوکس بود تعداد هیدروژنش مهم نیست، بلکه تعداد الکترون های تبادل شده مهم است. اما یک مرکب را خودش به شما تک و تنها خود مرکب را داد، معادله نوشته نبود. اینجا معادله نوشته است. وقتی معادله نوشته نبود، فقط آورده بود کتله معادل سلفوریک اسید پیدا کنین. خلاص، بازم اون قسمی که ما چند لحظه پیش کار کردیم شما میرین کار میکنین. عزیزا به خاطر داشته باشین، بسیار بسیار ساده میتونین که این مثال ها رو شما کار کنین. خب ما و شما به پایان درس امروزی رسیدیم. یک جنبندی کلی کنیم، قانون معادلات را خواندیم، فهمیدین که معادل گرام یک ماده به همون مقدار ماده میگن که با 8 گرام اکسیژن یا با 1 گرام هیدروژن تعامل کنه، و در این حال یک فرمول برای دریافت کتله معادل داشتیم. کتله مولکولی تقسیم والانس مؤثر، و به صورت کل شما میتونستین که معادل گرام ها را چی برای یک عنصر و چی برای مرکبات مختلف به دست بیارین. امیدوارم درس یاد گرفته باشین. تا درس جدید در خدمتتون قرار میگیرم، همگیتون رو به الله یکتا میسپارم.